امروز 5 اکتبر هست 2022 و شروع میکنیم با خبرها. یک ساعت پیش امروز راشا اعلام کرده که راشا بلوکس اوکی اکس وبسایت فور الیج ان ریلایبل فاینانشل انفورمیشن رپورتس اند اوکی اکس دیگه تقریبا چینیه و حالا میخوای به کوریاییه. وی دونت تراست ایت، رئیسشون نمیدونیم. خود اوکی اکس توکن خود صرافیش هم یه جورایی پامپ اند دامپ بود اند کمپلیتلی منطقیه که صرافی روسیه صرافی اینو استفاده نکنه. حالا میتونه با شرکت های دیگه قرارداد بزنه و چون ما میدونیم استوک مارکت، حالا میخوای بگی کریپتو مارکت روسیه بر کل جهانش باز میشه ماه دیگه. این خیلی اتفاق خیلی بولیشه و بهتر که اصلا اوکی اکس هم استفاده نکنه. شروع میکنیم با خبر بعدی و خبر بعدی میاد از 5 ساعت پیش. اکچولی صبح زود بودین اما اخبار این ما در کریپتو نیوز لینک این دیسکریپشن هست. امروز جالبیش اینه که نشنال دیت جاست هیت 31 تریلیون اند دیت یو اس ای 31 تریلیون. برای اولین بار این اتفاق شد و هنوز دارن پول چاپ میکنن، اما پول چاپ کنش برای مردمشون نیستن، برای مردم یوکرین هستن که حالا خدا داند چیکار دارن میکنن با اون پول، اما میدونم برای تفنگینا نیستش و پولا رو دارن میسازن که الان بس که خبر رو شنیدین که میخوان استادیوم فوتبال ورلد کاپ برای 2030 رو بسازن. از الان با اون پول میخوان شروع کنن. از آن دیگه همینجوری هست، تورم هنوز هست، پول چاپ کردن هنوز هست و این دولت ها رو نباید گوش بکنیم. امروز خیلی هم کم خبر مده بیرون. خبر سوم از طرف هوگو باس میاد و دیگه همتون دیگه میشناسین هوگو باس رو. و امروز هوگو باس اعلام کرده برای NFT and Metaverse Project دیگه میخوان تست کنن دیگه. این تقریبا تست کردن خود سیستماشون رو ببینن اگر مثلا جواب میده این اتفاقای این چیزا دیگه. همینجوری دیگه مردمش دوست دارن میخرن اند اگه خودشان بفهمن یا یاد بگیرن همینجوری میره جلو و پیشرفت میکنه. حالا میرسیم به 24 hour امروز و امروز مارکت کپ بالای 1 تریلیون هست، 1.1 تریلیون هست دقیقا. به وقت الان ارز جی ام ایکس جدید هست چیه 31% پامپ شده. توکنایز اکسچنج 19 هیلیوم 8 رادیکس 7 اوموس 6 ENS XRP 3 و چین لینک 2. حالا پولیگون هم اینجا هست و 1.5، حتی هم بیت کوین هم امروز اینجا هست و نیر. ارزهایی که پایین هستن چین 5%، لیدو 3%، آیوتا 3، لونا 3، XTC 3 و کوانت 2.5. اما باید بدونیم که کوانت خیلی رفته بالا از قیمت 40 دلاریش و کورس ICP هم همینطور رخته، الران رخته، استلاب خیلی از اینجوری ریختن و هیچ مشکلی نیست. حتی میمون کوین اینجا هم هست، پایین تر هم بریم خیلی طلا هم ریخته، خیلی خیلی چیزا ریختن. anyways هیچ مشکلی نیست، it's a bear market و اینو خودمون میدونستیم و بهتون گفتیم. but anyways برسیم دیگه برای چارت و دقیقا از دیشب همینطور که گفتیم نتونست بالا اینجا ببنده و یه ریتست داد به قیمت های پایین 19725. چند تا بچه های خودمون در شورت بودن با بیت کوین، در سکته داشتن می‌زدن، اما امروز حالا به نظر یه ذره سودن بغل لسش آمد بیرونه. اینجوری شد برای بیت کوین. اف کورس اینجوری که دارین چارت نگاه میکنه به وقت الان هم 17000 بیت کوین خرید شده و ببینین احتمالاً بدون تحلیل یه شورت سکویزی داره برای این مارکت میاد، چون الان فکر کنم دیگه همتون این تحلیل رو دیدین. حتی هم دیشب هم بهتون دوباره گفتیم ببین ما هنوز اینجوری این چارتمون اوکی هنوز تو این پترنی و گیر کرد اند حتی مگه بره بالا برمیاد پایین، حالا میتونه از همینجا بشکونه خودش بره بالا. این کاملا درسته این صحبت، اما چون هنوز نکرده نمیشه. اما بدونه که یه دیسنینگ ترانگله و اگه بریزه دیگه نمیخوای بدونی تحلیل بریزش چیه، اما باید بدونین که تو این روند که داری نگاه میکنی اکیومولیشن پره، یعنی خیلی دارن میخرن.
حالا برسیم دیگه بر ارزهای بعدی که ایتریوم هست و بعدش هم میریم برای کاردانو و FTT و دات. برسیم برای کوین بیس ایتریوم و میبینیم ایتریوم هنوز هم هیچ کاری نکرده، اما بعد بدونیم که یه W پترنه. این W رو بعد تقریبا 1300 حالا 1400 رو بعد بشکنه. حالا دقیقا میخواد بدونی 1391 بدون که این ریتست کنفرمیشن این خط این پایینش بود، اما بعد بدونی که ولوم 1:1 هست. احتمالا شاید فردا این دام بشه یه بار دیگه به 1338 و این میتونه بریزه دوباره، اسپشو که داره اینجوری نگاش میکنه. اما اگین این مارکت داره شورت سکویز انجام میده و تحلیل معنی نمیده، احتمالا با یه بولیش بریک اوت میکنه اما ریجکتد میشه. عرض بعدی که FTT هست نگاش میکنیم و ببینیم FTT چه خبره و احتمالا همجوری که داریم برای ایتریوم داریم نگاه میکنیم همینجوری تو برش داره میشه و حتی هم برای FTT که داره نگاه میکنیم بریک اوتش رو کرده از این اسندینگ تراینگل، هنوز نزده به تارگتاش. بعد بدون که بعد برسه به 26.45 اما یه ریتست داده. اینجوری که تو این صرافی داره نگاه میکنی هنوز میتونه ادامه بده، بدون که یه استرانگ ترند لاین داره به بالا، اما این خط اینجا رو بشکونه اینم میریزه فردا. چون الان میشه دو تا ارز که داره نشون میده که فردا میخواد بریزه. خیلی موضوع باشه برای خریدناتون، همیشه با دی سی استراتژی استفاده میکنیم برای سپات و از اونا که میخوان لانگ شات بگیرن. میتونی شورت پوزیشن بگیریم با یه تایپ استاپ لاس 25، چرا که نه. عرض بعدی که میاد از ایدا، اما ایدا یه چیز خیلی جالبی داره میکنه، اسپیشال تایم فریم 12 ساعت که نتونست تو این اسندینگ ترنگل خودش بمونه، اما اینو بی خیال میشیم چون یه چیز دیگه داره میسازه که بولیش هست. اینو میارم تو 12 ساعته و براتون اینو باز میکنم و میخوام بهتون اینو نشون بدم. تقریبا آخشید اون فیبوناتشی بود داره این پترن اینجا رو داره میسازه که این یه فالین ویج هست و ما میدونیم که فالین ویج ها به چی میرسن، به عنوان یه بولیش پترن میخوان بکشن خودشون رو بالا. حالا از حالا میخواد اینجوری هر جور نگاش کنی برمیگرده به اینجا، احتمالا میتونه حتی یه دابل باتن بسازه، یه کاری دیگه انجام بده، یه دابلیو اینجا می چه قشنگ میتونه بسازه اگه این اتفاق براش بشه. اچو اگه اینجوری نگاش کنی میشه یه دابل باتن و میتونه بره بالا، بدون که یه فالینگ وج و هنوز میتونه تو این رنج استفاده کنه و توش بمونه تا یه بریک اوتی داشته باشه با هم طور با این شورت سکویز. حتی مگه اینو ببینیم به عنوان یه دابلیو و اگرم بتونه بریک اوتش انجام بده به آینده از اینجا از همینجا شروعش کن، چون دارم از اینجا نگاه میکنم تقریبا میتونه بگه شاید برای 61، اگر 61 هم استفاده کنه یه دابلیو دیگه میسازه که اینم میکشاش برای 74. همه اینا رو باید نگاه کنی برای مکرو فاکتورز. اما باید بدونید که آمار بیکاری بخشید آمار کار و بیکاری فرایدی میاد، اینا رو گذاشتم در اینستاگرام هم میتونید ویدیوها رو الان ببینید. عرض آخرم که داد پس بریم داد چه خبر شده از اون دفعه که ما دلگاش کردیم و میبینید که داد همینجور که گفتن هنوز توی اکومیلیشن رنج هست، اما تونست تو این کانال بیاد خودش بیرون. اما باید همینجور که بهتون گفتن اینجا ریجکتر شد چون اینجا خیلی ریزیستنس هست و احتمالا داره الان تو این رنج جدید میخواد بازی کنه. سو عزیزان باید موزه باشین، هنوز توی اکومیلیشن این تقریبا اکومیلیشن رنج کسی نمیتونه بگه چند ماه یا چند روز میتونه، اما باید بدونیم که با این آنچینی که داریم از بیت کوین روند همه ارزهای دیگه هم دنبال این هستن. سو اف کورس میتونه اتفاقای خیلی خوبی بیفته. امیدوارم، خیلیتون امیدوارین. شورت سکویز واقعا خیلی چیز مهمی و خیلی بارا راجبه صحبت کردیم بارا. انیویز که هنوز مکرو اکونومیک فاکتورز هنوز این پلی هستن، اما به عنوان اینکه فد پیوت بکنه تو این دو ماه دیگه امیدواریم. عزیزان اینا شو برای بخش من برای امروز. مرسی برای همه که دارن میبینن and of course لطفا لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت کنین و دم همتون گرم. خدافظ، چیرز، بای بای.